جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. گرجستان از زمان استقلال از شوروی اصلاحات زیادی در نظام آموزشی انجام داده، اما مشکلات مختلفی در ارتباط با آموزش پیشدبستانی، ادغام اقلیت‌های قومی و بیکاری همچنان باقی ماندند. نگاهی میکنیم به وضعیت در این کشور. آموزش پیشدبستانی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی در سالهای بالاتر است، اما تنها حدود نیمی از کودکان گرجستانی به مدارس آمادگی میروند. آیا این مسئله به خاطر آن است که خانواده دلیلی برای فرستادن کودکان به این مدارس نمیبیند، یا جای کافی در این مدارس وجود ندارد؟ چند سال پیش چنین کلاس‌های رنگارنگ با روش‌های آموزشی تعاملی کودک محور در مدارس آمادگی شبیه این مدرسه در گرجستان مرسوم نبود. در دوره اتحاد جماهیر شوروی دیوارها رنگ پریده و آموزش بر انتقال یکسویه دانش بنا شده بود. در حالی که کودکستان‌ها پیشرفت کرده‌اند و تکنیک‌های آموزشی توسعه یافته است، با این حال طرح حدود نیمی از کودکان گرجی در این مدارس ثبت نام کردند با تعداد محدودی محل نگهداری کودکان. این مدرسه 430 کودک را در خود جای داده است. تعداد زیاد کودکان یک مشکل و چالش بزرگ برای ماست، اما سعی میکنیم با تقسیم بندی این فضایی که داریم و با گروه بندی کودکان در گروه های کوچک این مشکلات را حل کنیم. بعضی وقتا هم برای کمک به حل مشکلات افراد بیشتری استخدام میکنیم. اما مسئله در اینجا تنها نبود کودکستان به اندازه کافی برای بسیاری از کودکان گرجی نیست که از آموزش پیشدبستانی در مراکزی مانند این محروم هستند. از سوی دیگر برخی والدین پیشدبستانی را مانند جایی می‌دانند که کودکانشان را نگه می‌دارد تا آنها بتوانند کار کنند و نه محلی برای کسب آموزش. برای تغییر این وضعیت دولت به کمک صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اصلاحات زیادی انجام داده. در حال حاضر کودکان بیشتری وارد پیشدبستانی می‌شوند، اما این آمار هنوز کافی نیست. ما باید از آموزش پیشدبستانی عمومی برای همه کودکان در گرجستان مطمئن شویم و دولت باید دسترسی به این مدارس و کیفیت آنها را بهتر کند، استانداردهای لازم برای امکانات مدارس پیشدبستانی ایجاد کند و همچنین کیفیت معلمان این مدارس را بهبود دهد. در بسیاری از روستاهای فقیر شرایط بدتر و چالش برانگیزتر است. با فقدان مهد کودک‌ها حدود 70% کودکان به آموزش پیشدبستانی دسترسی ندارند. یونیسف در همکاری با نهادهای غیر دولتی همانند سیویتا مراکز جایگزینی در شهرداری‌ها برای ارائه این آموزش‌ها به کودکان ایجاد کردند، اما نور کم، فقدان منابع مالی و زمستان سرد وضعیت را بدتر کرده است. ما والدین برای کمک به معلم ها با این مرکز همکاری میکنیم و پرستاری بچه ها را انجام میدهیم. این اتاق وضعیت خوبی ندارد، ولی این تنها فضایی است که ما در این ساختمان داریم. مثلا بچه ها را برای شستن دستهایشان به بیرون از اینجا میبریم. کمک میکنیم به خاطر اینکه میخواهیم مهد کودک را فعال نگه داریم. ما این کار را به خاطر کودکانمان انجام میدهیم. به گزارش یونیسف 2/3 کودکان 15 ساله در گرجستان در خواندن، ریاضیات و علم مهارت ندارند و این بدترین نتایج در اروپا است. یونیسف این موضوع را با ثبت نام اندک در مهد کودک ها مرتبط میداند. زبان رسمی در اینجا گرجی است. برای سالهای طولانی زبان روسی اولین زبان خارجی بود که در مدارس تدریس میشد. اما اخیرا آنها این وضعیت را تغییر دادند و تاکید مدارس بر زبان انگلیسی است. اما این چه معنی برای گرجی هایی دارد که هیچ کدام از این زبان ها را در خانه صحبت نمی کنند؟ اینجا در مدارس دولتی شماره 116 یک معلم آمریکایی با همکاری کارکنان گرجی مدرسه به دانش آموزان انگلیسی را به عنوان اولین زبان خارجی درس می‌دهد. به عنوان بخشی از پروژه دولت در سال 2010 با عنوان آموزش و یادگیری در گرجستان، انگلیسی زبانان به گرجستان آمدند تا به دانش آموزان در آموختن زبان کمک کنند. به خاطر اینکه برای آینده خوب است. اگر شما شغلی با درآمد خوب می‌خواهید، باید انگلیسی را به خوبی بدانید. انگلیسی یک زبان بین‌المللی است و اگر می‌خواهید با دیگران در اسکایپ و فیسبوک ارتباط برقرار کنید، به آن نیاز دارید. آموزش اجباری زبان انگلیسی در مدارس گرجستان برای کمک به ادغام دانش آموزان در جامعه جهانی است، اما گرجستان تنوع قومی زیادی دارد. آنها چطور می‌توانند در جامعه محلی ادغام شوند؟
اینجا در شهر بولنیسی اکثریت مردم از گروه قومی آذری هستند. در اینجا آستان ایسایوف 87 ساله را ملاقات کردیم که در جنگ جهانی دوم سرباز بوده است. در زمان اتحاد جماهیر شوروی او مجبور به تامین زندگی یک خانواده 8 نفره بوده و شانس این را نداشت که تحصیلش را تکمیل کند و زبان گرجی بیاموزد. او فقط آذری حرف میزند. ما از طریق پسرش که کمی روسی میدانست با او صحبت کرده ایم. پدر بزرگم به من میگوید تو هنوز جوان هستی و باید زبان گرجی یاد بگیری. این زبان را به خاطر من یاد بگیرید تا به شما افتخار کنم. شما زبان گرجی را دوست دارید و من هم آن را دوست دارم. ما همیشه اینجا زندگی کردیم. در حال حاضر شاکر برای یادگیری زبان گرجی به یکی از مدارس شهر در این باشگاه می آید. در سال 2009 دولت برنامه آموزش زبان گرجی از جمله آموزش معلمان و توسعه برنامه های درسی را گسترش داده است. در بیشتر مدارس نواحی قومی هم زبان قومی هم زبان گرجی به عنوان زبان دوم تدریس می شود. مراکزی مانند این درس هایی را برای کسانی که شانس آموزش زبان را در سنین جوانی نداشتند ارائه می دهد. دانستن زبان گرجی یک ضرورت اساسی برای هر شهروند گرجی است. ملیت های دیگر مانند روس ها، آذربایجانی ها، ارمنی ها، یونانی ها اینجا زندگی می کنند و ما همه زبان های همدیگر را صحبت نمی کنیم. به همین خاطر به یک زبان مشترک نیاز داریم که زبان گرجی است. در حالی که گرجی ها انگلیسی می آموزند یا گروه های قومی گرجی یاد می گیرند، مردم در اینجا در حالی که هویت محلیشان را حفظ می کنند در حال ایجاد نقاط مشترک با دیگر گرجی ها هستند. در پایتخت گرجستان دانشگاه دولتی تفلیس با قدمت زیاد از اعتبار بالایی برخوردار است. اما همانند دانشجویان دیگر نقاط جهان برای فارغ التحصیلان ورود به بازار کار دشوار است. از برخی دانشجویان در تفلیس پرسیده ایم که در مورد آموزش عالی در گرجستان چه فکر می کنند. پاتا در رشته مهندسی الکتروشیمی دکترا دارد و یکی از بهترین محققان در گرجستان است که نوع جدیدی از سیستم سلول‌های سوختی را اختراع کرده و کمک هزینه دولتی برای این اختراع دریافت کرده است. در حال حاضر اون محقق در مؤسسه دانشگاه دولتی تفلیس است که حقوقش تنها 90 دلار در ماه است. او شغل سطح پایین‌تری دیگری هم برای گذران زندگیش داراست. به طور کلی فکر می‌کنم که کشورها به دانشمندان و افراد با مدارک تحصیلی بالا کمتر نیاز دارند و در عوض به صنعتگران بیشتر و افراد با سطح آموزشی حرفه‌ای متوسط نیاز دارند، به خاطر اینکه آنها تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهند. در سال 2010 برنامه توسعه سازمان ملل برآورد کرده که 81% بیکاران گرجی آموزش متوسط یا بالاتر داشتند. چرا یافتن شغل مشکل است؟ آیا مسئله کیفیت آموزش در گرجستان مطرح است؟ من از این سیستم راضی نیستم، ولی استادهای خوبی داریم. میتوانم با اطمینان بگویم هیچ دانشگاه دیگری در گرجستان استادهای مانند اینجا ندارد. سالومه در مورد وضعیت دانشگاه تفلیس صحبت میکند. دانشگاه دولت تفلیس در سال 1918 میلادی ساخته شده و قدیمی ترین دانشگاه در قفقاز و یکی از بهترین ها در منطقه است. ما باید روش‌های آموزشی مدرن‌تری داشته باشیم. به همین خاطر دانشگاه و تقریباً همه دانشکده‌ها آموزش‌های ویژه‌ای با همکاری شرکای خارجی برگزار می‌کنند. متأسفانه هنوز عقب ماندگی‌های مانند بسیاری از کشورها وجود دارد، اما در این حال ما بلندپروازی‌هایی هم داریم. ما سنت‌هایی داریم که باید ترویجشان کنیم. برای ما بسیار مهم است که بخشی از شبکه دانشگاه‌های اروپایی باشیم و به همین خاطر ضروری است که خدمات مناسبی برای دانشجویان و نهادهای تحقیقاتی فراهم کنیم که قابل مقایسه با استانداردهای اروپایی باشد. با 22 هزار دانشجو و 6 دانشکده که 201 ماده درسی معتبر را ارائه می‌کند، کمبود بودجه و فقدان منابع انسانی کافی مانع پیشرفت دانشگاه است. به نظر من رشته‌های زیادی وجود دارد که هنوز در دانشگاه‌های گرجستان تدریس نمی‌شود. ما به رشته‌های جدید، علوم جدید و رویکردهای جدید نیاز داریم. یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی گرجستان داشتن روابط نزدیک و پیوستن به اتحادیه اروپا است. توسعه اقتصادی شغل‌های جدیدی تولید می‌کند. در حالی که گرجستان برای توسعه‌اش به اتحادیه اروپا نظر دارد، این اتحادیه در حال کمک به دولت برای برقراری ارتباط بهتر آموزش با نیازهای بازار کار است.
شما چه فکر میکنید؟ در صفحات شبکه‌های اجتماعی ما بسیاری از شما گفتید که حفظ زبان‌های اقلیت‌ها مهم است و برخی دیگر گفتند مدارس تنها باید زبان رسمی کشور را تدریس کنند. شما هم نظرتان را در این باره با ما در میان بگذارید. جهان دانش در همکاری با وایز طرحی از بنیاد قطر.